در خدمت شما میدندگان عزیز هستیم و جناب آقای استاد اوستا. سلام عرض کردم قربان. درود بر مهمان یار سطور دلدار عزیزم، حالتون چطوره؟ قربان شما آقا، لانگ تایم نو سی. ولی ما که شما رو همیشه سی میکنیم اینجا دیگه. خوشحالم که اومدی پارس و خسته نباشی. تو خودت دیگه از پیش کسوت ها هستی الان که در کنار برادرم مهندس شجر هستی. بسیار سپاسگزارم ازت، مرسی که اومدی اینجا. و ستار جان اگه اجازه بدی، پروانه اگر بدی، من در ابتدا میخوام از دکتر آنجلا طالبی خیلی سپاسگزاری کنم و از راه دور ببوسمش. این نازنین دکتر رو من خیلی دوست داشتم، یعنی همیشه کاراشو دنبال میکردم، برنامه‌هاشو. انسان این که درسته برای اقتصاد کار میکنه ولی اقتصادی نیست، انسانه و ایرانیه و آریاییه و کسیه که به فرهنگ سرزمین خودش میباله و پیشکش کرده امشب. من خیلی از دکتر آنجلا طالبی سپاسگزار هستم واقعا. و پیش از اونم اگر پروانه بدی ستار، میخوام از برادرم دوست عزیزم مهندس امیر شجره نیست سپاسگزاری بکنم که ستار مهندس شجره با این کارش یک بار دیگه یه نوپردازی بزرگی کرد، یعنی یه کاری کرد که در شناسنامه و کارنامه تاریخی مهندس شجره که پایه‌گذار رادیو و تلویزیون 24 ساعته هست ثبت میشه که کارگردان خودشو و کارگردانها، چون درسته برای مهندس امیر شهرتی امشب جمع شدیم ولی همونطور که فرمودید خب دوستان دیگه هم هستن، مثل سپهر عزیز، مثل اسی، مثل وارتان عزیز که از طریق وارتان بایستی درود بفرستیم به همه ارمنیای ایرانی. حالا آقای اوستا، اولا استاد یه چیز خدمت بگم، الان صحبت تصویری کردید جناب اوستای نازنین، تصویر شما رو من دیدم فکر کنم لس آنجلسی، باور کن. یعنی انقدر این تصویر تمیز و بدون نقصه که من تا نگفتی شانزلیزه و پاریس و نمیدونم الان تو پاریس فلان، فکر کنم تا چند دقیقه پیش فکر کنم شما از لس آنجلس دارید صحبت میکنید. تصویرتون فوق العاده است، بیاناتتون خیلی قشنگه آقای اوستا. من همیشه شما رو تعقیب میکنم، میدونید که من همیشه شما رو دوست داشتم و دوست دارم. و اینکه مثلا از دهنتون میپره میگید اجازه زود عوضش میکنید میگید پروانه، اینو بیشتر کیف میکنم. کیف میکنم که همش دنبال این هست که لغات فارسی سلیس رو به هر ترتیب هستش جا بندازید. منم سعی میکنم از این دفعه بگم پروانه به من بدید. پاینده باشید. عالی بود، فوق العاده است. و حالا آقای آنجلا به خاطر صحبت شیرین شما که میگه دوست داره این حرفا رو، من خدمتشون عرض بکنم که من تعصب شما رو اصلا اصولا حالا میگم تعصب پشت سرش میاد که اصلا هر کاری تعصبش بده، یعنی کم پافشاری شما روی تمیز کردن زبان فارسی من همیشه راه دور تقدیر کردم. یعنی نگاه میکنم غیرت دارید، یعنی آدم با غیرتی هستید که روی این مسئله بخصوصا در این شرط بحرانی الان که همه چیز داره به سمتی میره که ما دوست داشتیم، یعنی دوست داشتیم که ما به قول شما عربی زبان فاخریه، زبان واقعا مسیحیه، ولی خب ما زبان اون فارسیه. و این که شما تو این شرایط خاد که بعد همه چیز داره تصرفات عربیش کنن اینجوری پافشاری میکنین، نمیخوام بگم تعصب، پافشاری میکنین که فارسی رو یادآور بشید به هموطنان، من راه دور همیشه گفتم دم این استاد اوستا گرم، حالا میگم دمت گرم. آقای آنجلا طالبی شما چی میفرمایید قربان؟ درود بر شما، درود بر اشو اوستا، مرد اهورایی، مرد نازنین که واقعا من دنبال صحبتاشون بودم، کتاباشون رو خوندم و واقعا افتخار میکنم که همچین شخصی در جامعه ما هستش، در محیطی هستش که مردم ایران یه مقدار مخصوصا جوانان identity crisis یا بحران هویتی دارن. من اینجا تو آفیسمون شاید 15-16 تا ایرانی هستش که کار میکنن، بین 25 تا 35 هستن، تازه هم از ایران اومدن و آهسته آهسته دارن میدونن که میگه بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدید و از دور تمنا میکرد. اینا دارن نزدیک میشن به اون مرکز خودشون، اون جایی که فرهنگ 10,000 ساله ایران هست. و من تمام فرهنگا رو دوست دارم، همونطور که شما فرمودید عربی زبان بسیار زیادیه خوبیه، ولی هیچ زبانی قبل از حمله اعراب
نه رایتینگ هست، نه چیزهای ساختمانی هست که انجام دادن. در کتاب ایران اسلام and soul of a nation یه خانم از سندرا مکین رو نوشته دوران طلایی عرب در زمانی شروع شد که پرژا رو گرفتن، یعنی در اون زمان بود که اون خط و اون قسمت هایی که به وجود اومد. مطمئنا ایرانیان تاثیر زیادی در اون داشتن و من خوشحالم که اشو اوستا واقعا از ته قلبش اهوراییه و من شکی بهش ندارم. ایشون امیدوارم این زمان باشه در ایران، کشور عزیز خود ما ایران، جلسه بذارن، یه دور همایی بذارن که مردم گوش بدن راجع به خود اهورایی بودن یاد بگیرن. مثلا این دسامبر 25 ما کارت تبریکی که کارت همون تولد و یا میلاد رو که درست کردیم گذاشتیم Happy Mitra's Birthday، باعثم 25 دسامبر که هست دیگه شک هم نیست. در 1954 در لندن که اون وقت میگن لندونیا، در اونجا کلم سر میترا اومد بیرون، الان میتریوم به اینا میگن. میتریوم جایی هستش که میترایی ها اونجا تمپل داشتن، محراب داشتن و در حال حاضر 634 تا پیدا شده در اروپا، 634 تا. من دارم الان میرم بوداپست، یه شورت فیلم دارم درست میکنم. در اون زمان بوداپست که مهنگری بهش میگن اسمش بود، یه فرهنگی بود پنونیا. من میرفتم اونجا که شبیه ایرانی هستن بعضی هاشون و متوجه شدم چگونه پنونیا از طرف آذربایجان اومدن، ایرانیانی بودن که اونجا اومدن. و اونجا این میتریوم هست که همون یه چیز تمپل میترایی هست که دارم از این فیلم رو رسوم میکنم. خب حالا یه چیز جالب بهتون بگم، من پیش خودم همیشه فکر میکردم آقای آنجلو طالبی، جناب استاد اوستا، من همیشه پیش خودم فکر کردم که من یک آدم ناسیونالیست ایرانی سنفشم داری؟ آره میشه ما سیاه و سفید داریم، خاکستری هم در آیین اوستا و آیین میترا هست. یعنی کفر رو با ایمان نداریم، خاکستری هم داریم، هم سنبشی هم داریم. برای همینه که در اندیشه ما قتل و کشتار دیگر اندیشان نیست. من فکرم خیلی دو آتیشم ایرانی ایران. حالا من نگاه میکنم با دو تا آدم طرف شدم، یکی اوستا که اصلا همش صحبت از پالایش زبانه و پالایش فرهنگه و این فرهنگ نباید آلوده بشه، باید اگرم آلوده شده تمیزش کنی. بعد اومدیم آنجلو طالبی، من میبینم ای بابا این اصلا داره صحبت از این میکنه که فلات ایران باز یکی بشه. حالا من یکم بگم چون 3 دقیقه بیشتر نمونده، توی بزنس ما، توی کار ما، فایننس همین لغتاش خیلی فارسیه. مثلا 2 لغت رو بهتون میگم. کش رو ببینین، لغت ریشه‌شو از لغت کاسه اومده، چون در از اولین زمانهایی که سکه ضرب شد و اسم سکه بود شکل، همون شکل که الان تو اسرائیل واحد پول اسرائیله، با اونوان شکل. و اونا وقتی میریختن اونجا کاسه ای بود که تو اون میریختن، بعد تکس میشه تاس، یعنی موی کمتر داشتن، بعد اونا دوشو میگشرفتن. پس کش و تکس از کاسه و تاس میاد که اونو برمی داشتن می بردن. این چند تا لغت شما میگین، منم انگلیسی. دکتر جف شجره شدیدم کمک کردن، فرزند مهندس شجره آقای وحیدی و دیگران، از همین سپاسگزاریم. ستار جان الان جشن هنوکه تموم شد، جشن یلدا داره میاد و جشن کریسمس در راهه. همونطور که دکتر طالبی گفت همه این جشن ها جشن یلداست. یلدا یعنی تولد، از سریانی آسوری میاد، میلاد رو عربا از او گرفتن و میلاد مهر، میترا، زایش خورشید هست که یهودیایی که اصلیتشون ایرانی، از شوش آدم تبعید شد 5700 سال پیش رفت به صحرای سینا. و کریسمس عیسی مسیح در ایران 18 سال تحصیلات کرد و آموزش پیدا کرد، طبیب شد، داروساز شد، ستاره شناس شد، رفت یهودی را آزاد بکنه. و دیسامبر که میگیم دیسامبر دهمین ماه سال باید باشه، شدی 12مین، ایرانیش همون دهمینه. اینا همه ایرانی آریایی است و ما شاد باش میگیم به همه جهان این جشن زایش خورشید، زایش میترا، زایش مهر رو